سلام عرض میکنم داروشان. من همونطور که میدونی پارسالی موقع بود که دستگیر شدم، 9 مرداد 97 توی اعتراضات خیابونی گوهردشت کرج، تجارت الکترونیک درس خونده بودم و سالهای سال آموزشگاه کامپیوتر داشتم و خودم هم مدرس کامپیوتر بودم. به ماه 96 تو تمام اون تظاهرات خیابونی من شرکت میکردم و میرفتم که اعتراض کنم و بگم که ما مشکل داریم، برای حقمونه که به شرایط موجودمون اعتراض داشته باشیم. با توجه به اون کشوری که اون همه منابع غنی داره، ما حق بمونه که اون کشور یه زندگی راحت و متوسطی رو داشته باشیم. در ماه 96 که خب این اعتراضات رو من میرفتم تا اینکه به ظاهر، حالا بعدا فهمیدم که شناسایی شده بودم، اولین روز تظاهرات خیابونی که دقیقا مثل امروز بود 9 مرداد، من تصمیم گرفتم که خب به خیابون برم. از چند روز قبلش سر فراخوانایی رو توی گروه هایی که داشتم میدادم. سه شنبه بود که من بعد از ظهر ساعت 7:30 بعد از ظهر از خونه رفتم بیرون و توی گوهردشت کرج توی خیابون اصلی یه تجمعی بود و ما شروع کردیم. اول اصلا قرارمون این بود که خیلی سکوت باشه و سعی کنیم که به تشنج نرسیم، ولی متاسفانه خودشون شروع کردن به خشونت، فحاشی میکردن، سرصدا میکردن. من اونجا درگیری لفظی با یه نفر که بعدم فهمیدم از مسئولین اطلاعات بوده پیدا کردم. خیابون و کلا اینا بسته بودن، ماشینات نمیتونستن تردد کنن. از یک ساعت و نیم قبلش اعلام کرده بودن که باید مغازه ها و فروشگاه ها بسته بشه، که همه بسته شده بود. از جای به بعد من دیگه شروع کردم شعار دادن و وسط خیابون رفتم زدم روی کاپوتای ماشینایی که یه تعداد ماشینایی که هنوز وایساده بود، یعنی در واقع تو ترافیک بسته شدن خیابون اینا منتظر بودن و گیر کرده بودن. من میرفتم میزدم روی اینا که شما بیاین پایین از ماشین، ماشینا رو قفل کنید، سویچ ها رو ببندید، بیاین با ما همکاری کنید، همراهی کنید. و این مثل اینکه باعث شده بود خیلی اینا عصبانی بشن. بعد از اینکه شاید بگم دو ساعت و نیم توی اون جمع بودم، راه افتادم به سمت خونه و پیاده میرفتم که به خونه برسم. رسیدم به ایستگاه خط واحد که جلوی پارک بود. دقیقا زمانی که اومدم بیام توی ایستگاه، یه نفر اومد مشت دست منو گرفت، که آقای ریشو مشت دست منو گرفت و گفت کجا بیا بری. منو کشید. من اولین چیزی چون لباس شخصی بود، نه کارتی نشون داد نه چیزی، من شروع کردم به جیغ زدن که کجا بیام، تو کی هستی؟ که از پشت سر یه دفعه یه نفر منو بغل کرد و اصلا من نمیدونم چجوری این صحنه رو توصیف بدم، که همیشه با خودم فکر می‌کنم که انگار که یه فیلم گنگستری دیدم. دقیقاً با همون شدت عمل یه نفر از پشت دستش رو قلاب کرد و رو بازوی منو بلند کرد کوبون زمین و منو میچشیدن به سمت خیابون که حالا شاید بگم 3-4 قدم فاصله داشتیم، که یه دفعه یه ماشین پیچید اومد جلوی من، یه تندرنبد سفید بود پیچید اومد جلوی من. در ماشین رو خود راننده، من دیدم که راننده خم شد، در ماشین رو باز کرد. تو اون شلوغی چندین نفر ریختن رو من، در جا که منو کوبون روی زمین، من جیغ کشیدم چون درد خیلی خیلی شدید توی پام احساس کردم، خیلی شدید. من جیغ زدم، فریاد زدم که پام شکست. همون شخص منو بغل کرد توی صندلی عقب ماشین و نشست کنار من. اون رو افتاد به ذهنم میرسید که ببینم چیز کنم، تو ذهنم باشه که اینا از کجا دارن منو میبرن. خوشبختانه اینا منو بردن زندان رجای شهر. خوشبختانه که میگم به دلیل بود که خب خونه من همونجا بود و چون مسیر رو من میشناختم قشنگ فهمیدم که دارم کجا میرم. منو فشار میداد سرم پایین و مرتب کتک هم میزد. توی ماشین اونقدر من کتک خوردم که اصلا فکر نکنم که توی زندان اگه قرار بود باشم اونقدر به من کتک میزدن. با مشت میکوبودن، اون آقایی که کنارم بود میکوبود روی سر من و فوش میداد، فوشای خیلی رکیک که فلان فلان شده، چی میگفتی اونجا؟ گریه میکردم، جیغ میزدم، گفتم که نزن، پام شکسته، به خدا پام شکسته. و ببخشید، همیشه اینجوری میشه به اینجا که میرسم بزره به هم میرسم، به خدا آقا پام شکسته، حاج آقا پام شکسته. بعد میکنون گفت این که چیزی نیست. من نره میزدم دیگه، اینقدر دردش وحشتناک بود. میگفت این که چیزی نیست، مفصل بدن تو میشکنی، بچه ها اونجا منتظرتن. اون موقع که داشتی اونجا داد میداد میکردی، داشتی
به حاجی بد و بیرا میگفتی باید فکر اینجا رو میکردی، اون موقع که داشتی شعار آقا رو میدادی باید فکر اینجا رو میکردی، الان میریم اونجا، الان اونجا 10 نفر منتظرتن. اونقدر تو اونجا که رسیدیم من اذیت شدم، تو ماشین همش با خودم گفتم خدایا این یه اتفاقی گفته ماشین بترکه، من اصلا نرسم اونجایی که این داره میگه. من که فکر میکردم دیگه بر نمیگردم، تو ماشین با خودم گفتم تموم شد دیگه، حال بر نمیگردی تو دیگه زنده نخواهی بود، هیچ کس نمیبینی که بخوای اینا رو تعریف کنی براشون. ولی با خودم فکر کردم که کاش اینجا بمیرم، یه دفعه ماشین بترکه بمیرم، اونجوری که این داره میگه من نمیرم. یعنی من همش فکر کردم که یه کابوسی بخشید مثلا خیلی تمره میکنم که ریلکس باشم و اینجوری این اتفاق بازم نرفته، ولی بازم نمیشه. یک سال هم گذشته ولی بازم ما رسیدیم توی چیز اون حیات گوهردشت زندان رجای شهر و اونجا من دیگه میگه چون پامم شکسته بود اصلا نمیتونستم تکون بخورم، میذاره نیمخیز بلند شدم، من چشمبند داشتم، چشمبندم یه ذره زدم بالا، اینو رفتن از ماشین پایین، بعد در ماشین رو باز کرده بود فلان فلان شده بیا پایین بیا پایین، بعد من یه سر اینو زدم بالا دیدم که در آهنی آقایی جلوی در ایستاده که اومده بوده بیرون، آقای خیلی گنده با یه پیراهن یه چیز تیشرت مانده ولی خیلی بلند، این خیلی گنده بود، من مثلا اونو دیدم دیگه سکته کردم، سریع شروع کرد فهمشی کردن که بیا پایین، هی میگفت بیا پایین بیا پایین، من هی التماس میکردم که به خدا من نمیتونم بیام پایین، به خدا نمیتونم تکون بخورم، پام شکسته، به خدا میگفت که دروغ نگو دروغ نگو فلان فلان شده بیا پایین. این یقه آنتوی منو گرفت، منو کشید پرتم کرد رو آسفالت که بلند شو بلند شو برو داخل. من جلوی دری بودم که در واقع ساختم، یعنی دری بودم که باید میرفتم تو ولی نمیتونستم بلند شدم برم تو. بعد هی اینا فهاشی میکردن لگت میکنید به پای من، دوتا با راننده، ولی اونی که خودش کنار من نشسته اون از همه بدتر بود، اون خیلی وحشی بود، لگت میکنون به پای من که پاشو پاشو عده در نهی و پاشو وقت ما رو نگه پاشو بیاد خوب. من هی التماس میگم دیگه به اون آقای گنده گفتم به خدا آقا به خدا من از ترس اینکه کتک نخورن میام تو، از ترس کتک نخوردن خودم میام تو ولی نمیتونم بلنشم. اون پامو نگاه کرد بعد بهشون گفت که بریم یه ویلچر بیاریم. اون شب من تا صبح توی همون ساختمون بودم که سکوت مطلق بود، هیچ صدایی نمیومد از کسی جز بازپرسایی که بعد دو نفر بودن میومدن و من صحبت میکردن. یه تایمای خیلی طولانی من رو رهام کردن، چندین بار جامو عوض کردم و میرفتن، خیلی چندین بار من بیهوش شده بودم، به هوش اومدم میدم آب سرد رفتند بودم به هوش بیام. بردن یه جای دیگه که جلوی توی یه چارچوب یه اتاق بود که من پشتم به راه رو بود، دقیقا توی چارچوب اتاق من اونجا رها کردن رفتن و کنار من یه دستشویی بود که وقتی من این چیز رو زدم نظر بالا دیدم که توی اتاق سینیه با یه سری لوازم فلزی که خب من فقط تو فیلم ها دیده بودم که فیلم‌های خب زمان شاه رو نشون دادن که ساواک با لوازم اینجوری شکنجه می‌کرد. من ترس وحشتناکم تو اون ساختمون، دیگه تو اون ساختمون کسی به من دست نزد که منو کتک بزنه، ولی تمام مدت منتظر این بودم که شروع میشه، الان شروع میشه، الان نوبت من میشه، الان اینا رفتن یه کاری انجام بدن برگردم. تا نمیدونم چند صبح که من اونجا بودم که بعد منو منتقل کردم به بیمارستان، من همش فکر می‌کردم که شروع میشه و دروغ دارن میگن. بعد مرتب بازپرسی میکرد از من، چرا رفتی، کجا رفتی، چیا میگفتی، بچه ها به ما گفتن که تو شعار میدادی، بعد ما فیلم های تو رو توی دهه 96 داریم، ما میدونیم تو کی هستی. خیلی مسئله خصوصی زندگی من رو در مورد خواهرام در مورد خودم قشنگ به من اونجا میگفت که دروغ نگو، چون من بهشون گفتم مثلا نمی، من داشتم رد میشدم، من رو گرفتن، اشتباه من رو گرفتن، من رفته بودم اونجا کیک واسه دخترم سفارش بدم فردا تولدشه، اشتباهی من رو گرفتن. بعد میگفت دروغ نگو تو، ما میدونیم که هستی، تمام فیلماتو توی 96 داریم، توی دی 96 دو نفر از وزارت اطلاعاتی با من اومدن توی آمبولانس، خودشون من بردن بیمارستان شهید مدنی کرج،
بستریم کردن و فقط اونجا گفتن با هیچ که حرف نزن، هر کیم پرسید میگی تصادف کردیم. ولی خب اونجا همه میدونستن. 11 ظهر فردای اون روز خیلی فورس ماژور و اورژانسی جراحی شدم. این در حالی بود که من اصلا نمیدونستم لگن پام شکسته. میدونستم یه اتفاقی تو پام افتاده ولی کجای پام شکسته رو اینو نمیدونستم. دکتر محمد تقی نوری بود که بعدم خب چندین بار من دکترم رو دیدم، منو تحویل دادن به زندان فردیس کرج و خودشون اومدن گفتن که یه خانوم با دو تا آقای سرباز اومدن پست رو اونا دادن و گفتن که خانوم تحویل شماست و منم گفتن که شما تحویل داده شدی به زندان فردیس کرج. توی اون شبا من شاهد مرگ رضا اعتادی عزیزم بودم که توی همون بیمارستان بود و من صدای گریه و زاری خانوادهش رو میشنیدم. پرسنل میگفتن که یه جوان رو بردن که گلوله خورده و یکی از پرسنل بیمارستان میگفت که من خیلی عصبانی شدم و مبروره پریدم گفتن که چرا به این تیر زدین؟ گفت تیر چرا بهش تیر زدین؟ گفته که این تو تظاهرات بوده. گفتم مطمئنی با این لباس؟ چون خود اون پرسنل بیمارستان میگفت که این لباسش یه لباس راحتی بود، نمیتونسته با این لباس بره تو خیابون. این مدت هم خب خانوادم رو نمیتونستم ببینم. یه بار اجازه دادن سربازا که دلشون سوخته بود و ماموری که بالا سر من بود اجازه داد که خواهرم بیاد دم در اتاق و از دم در اتاق منو ببینه و با خانواده من ارتباط نداشتم تا زمانی که خانواده من خبر دادن که شما میتونید وثیقه بذارید و آزادی موقت، که دیگه من بعد از اینکه آزادی موقت رو من دادن وثیقه گذاشتیم، سه روز بعدش با رضایت خودم از اون بیمارستان منتقل شدم به بیمارستان تهران. با حالا توصیه های اطرافیانم به خصوص وکیل که رفته بودن نزدیک با قاضی من صحبت کرده بود و حرف قاضی رو منتقل کرد و گفت که گفته من 20 سال به زندان میدم، من به این شلاق میدم، این به چه حقی رفته تو خوابون چه لیدر بوده نمیدونم یه چیزای اینجوری. من اومدم بیرون از ایران و الان یک سال دیگه داره میشه که در ترکیه هستم و پرونده هم الان مثلا معلومه کجا اساسا یو ان در جریان هست یا نیست. اونجایی که من میدونم به یو ان هنوز منتقل نشده است. اول اینکه من خودم روزی که اومدم اینجا فکر میکردم که اینجا شرایط خیلی بهتر از این باشه، اصلا فکر نمیکردم انقدر نابسامان باشه و کسی جواب نده و کسی اهمیت نده اصلا به پناهنده ها و پناهجوها. اینجا اصلا شرایط به گونه ای نیست که مردم ما در ایران فکر میکنن و خیلی ها با اون تفکر، با اون بهشتی که توی ذهن خودشون ساختن میان یه کاری انجام بدن که بیان ترکیه که حالا به شرایط بهتر و مطلوب‌تری برسن، در صورتی که اصلا این شرایط اینجا وجود نداره. خواهرم 24 سالشه که در واقع 7 سال نیمه بود که مادرم هم فوت شدن و سرپرستی و قیومیت دوتا خواهرم و دوتا خواهر بعد از خودم داشتن که من به عهده گرفتم. ما تو ایران دیگه کسی رو نداشتیم که بخوام خواهرم اونجا بمونه و چون سرپرستیش هم با من بود، بچگی هم من بزرگش کرده بودم، با خودم آوردمش و البته تمام دلیلش این نبود، همین که خب من احتیاج داشتم که یه نفر کمک حالم باشه با ویلچر و با شرایط خاص نمیتونستم کارم خودم انجام بدم. همین که خود خواهر من در معرض خطر بود، دوبار دستگیری به خاطر بی‌حجابی که حالا واقعا بی‌حجاب نبود ولی به خاطر بی‌حجابی دوبار دستگیری داشت و بعد سر ماجرای من اونقدر رفته بود پیگیری کرده بود، درگیر شده بود با مامورا که بخواد بدونه من کجا هستم چه شرایطی دارم و درگیری بعدش توی پرونده من اسمش اومده بود و حتی الان فردا داره 12 سالش میشه و خیلی هنرمند دارشان نقاشی میکشه، نقاشی که بالا سرم هست کار آمیتیس، نقاشی خیلی خوبی میکشه، تکنیک آبرنگ، رنگ اکریلیک، رنگ روغن رو کاملا کار کرده تو ایران و اساتیدش داشتن نمایشگاه برش میذاشتن که ما یه اتفاق افتاد اومدیم اینجا. الان اینجا از همه چی محروم، حتی سه لوازم نقاشی اولیه هم نداره. موسیقی میزه، کلاس موسیقی خودش بودم، خیلی زبان انگلیسیش خیلی خوبه، فرانسوی حرف میزنه خیلی خوب و خودش نقاشی رو شروع کرد. من دیدم خب خیلی خوب نقاشی میکشه، گذاشتمش کلاس. اینجا تمام اینا محروم شده. زمانی که کیمبیک رو گرفتیم، یعنی بعد از اینکه کیمبیک گرفتیم رفتم برای ثبت نامش که گفتن که مدرسه گفت نه باید دوباره بری اداره
آموزش پرورش و یه سری کارهای رو اونجا انجام بدیم. خب رفتیم اونجا، اونجا هم یه گفتن که باید ثبت کنی، نامه گرفت، نامه نوشتن، فرستادم ظاهرا آنکارا. خود اون پروسه یک ماه طول کشید که آنکارا جواب داد که آره میتونه بره مدرسه. بعد مدرسه ثبت نامش کرد، شاید بگم یک هفته رفت مدرسه و روز اول که رفت اومد گفتم مامان چطور بود؟ گفت خوب بود، ولی من که زبان ترکی بلد نیستم. یه خانم در واقع معلم انگلیسیشون آورده بودن که باش انگلیسی حرف بزنه. خیلی سورپرایز شده بودن همشون که چقدر انگلیسی مسلطه و از طریق انگلیسی باشون ارتباط برقرار کرده بود. یک هفته اول چیزی نمیگفت، فقط روز اولش گفت خوب بود، اوکی بود. از روز بعد دیگه من سوال پرسیدم جوابی نمیداد، بهم گفت مدرسه است دیگه، مدرسه است. یه هفته گذشت و روشه روز اومد خونه گریه، من دیگه مدرسه نمیرم. 20 روز، شاید بیشتر از 20 روز آمیکس مدرسه نرفت، تا یه هفته که فقط گریه میکرد. یعنی هر شب گریه، چون من کوتاه نمیومدم، هر صبح بلند میشدم بیدارش میکردم بودم باید مدرسه. آمیتیز شب که میشد استرس میگرفت، گریه 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 که من مدرسه نمیرم، به هیچ عنوان مدرسه نمیرم. بعد نمیگفت چرا، شاید بگم 6 7 روز اصلا آمیتیز نمیگفت چرا، فقط میگفت مدرسه نمیرم، نه من اصلا مدرسه نمیرم. آمیتیز تعریف کرد که بچه ها از من بعدشون میاد، میگن که شما خارج اومدی کشور ما رو گرفتی، یا بانجی یا بانجی اومدن کشور ما رو گرفتن، شما نباید اینجا پله ها. مامان می اومدم برم بالا، به من گفتن که کنار ما را نرو، وایسا ما بریم بالا بعد تو بیار جو. یعنی اینقدر ناسیونالیست و نجات پرست، خیلی عجیب بود. برای من خودم ندیده بودم هم چیزی توی تایمی که توی ترکیه بودیم، از کسایی که دیدیم در ترکیه، حالا چه صاحب خونم که خیلی آدم خوب بود، چه املاکی، هم چیزی متوجه نشدم. ولی نمیدونم شاید زبانشون نفهمیده، ولی واقعا بدی ندیده بودم ازشون. تو اون روزایی که آنتیست بالاخره شروع کرد به حرف زدن، این مشاوره های ما تو چند وقت اصلا نتیجه نداد. دیگه خانم دکتر به من گفت که میخوای ادامه نده، فعلا رهاش کن، اصلا دیگه بهش نگو که برو مدرسه. میگفت نه من مدرسه نمیرم، بچه از من بعدشون میاد. بچه های کلاس همش به من میگن که ایرانی ها نباید بیان اینجا، مامانامون میگن که ایرانی ها کشور یا با جا اومدن کشور ما رو گرفتن، داریم پول ما رو میخوریم. اصلا من تعجب میکردم که این تفکر ترکا که فکر میکنن که ما اومدیم پولشون رو بخوریم چیه. ما وقتی اومدیم اینجا تمام پولمون اینجا خرج کردیم، لحظه ای که ورود کردیم به اینجا از ترجمه و نوتر و نمیدونم املاک و خونه گرفتن، همه جور داریم پول خرج میکنیم، کسی ما اینجا طرف پولی نداده. ولی این تفکر رو دارن و به بچه هاشون منتقل کرده بودن. بشر کنم من فکر میکنم باید از این وضعیت در بیاد. سازمان ملل باید فکری بکنه، باید فکر کنه که برخوش اگر 10 نفر این وسط دروغ میگن و واقعی نیستن، 2 نفر هم هستن که واقعی هستن، 5 نفر هم هستن که واقعی هستن. اینا احتیاج هم و نمیتونیم برگرد بگیر. من هیچ وقت برشون فکر نمیکردم یه روز مجبور شم از کشورم خارجم. من فکر میکنم سازمان ملل بالاخره باید به اینا رسیدگی کنه. اینجوری نیست که رهامون کنه، که ما اصلا انگار ما وجود نداریم، انگار زنده نیستیم. و من واقعا نمیدونم که از کی بپرسم که آقا پرونده من تو چه وضعیتیه. دوستان هم در ایران هم میگن که آره مشکلش چیه، داری در ترکیه زندگی میکنی، خوبه، حجاب نداری. من اول تا چند ماه دارش وقتی پلیس میدیدم اتوماتیک میگفتم بچه‌ها پلیس، بچه‌ها مراقب باشین پلیس. ناخودآگاه من اکثرا من نشون میدادم و این دیگه از توی وجودم بود. ولی الان دیگه احساس میکنم که خب اینا نیست، این ثبات فکری رو ما نداریم. در مورد اینو مثال میزنم تا به مثالهای بزرگتر برسیم، که من دخترم در مورد آیندهش بکنم که چه رشته‌ای بخونه، چه دانشگاهی بره، میخواد چیکار کنه، چون ثباتی نداره. و امیدوارم بالاخره یه راه باز بشه برامون. امیدوارم که واقعا این سازمان حقوق بشر، سازمان ملل یه ذره اون قلقلک پیدا کنن و فکر کنن که ما هستیم زنده‌ایم و یه حرکتی انجام بدن.